جلسه شورای عالی قضایی امروز یک میهمان ویژه داشت. وزیر بهداشت که به ساختمان قوه قضاییه رفته بود در این جلسه با موفق ارزیابی کردن طرح بسیج ملی مقابله با کرونا گزارشی از آمار و ارقام افراد غربالگری شده در این طرح داد. رئیس قوه قضاییه هم در این جلسه با تجلیل از فعالیت‌های وزیر بهداشت از دولت خواست تا هر چه سریع‌تر بایدها و نبایدهای بهداشتی ادارات، بازار، مساجد و مدارس را تدوین و ابلاغ کند. برادر بزرگوارشون وجود مقدس اول فضل عباس علیه السلام رو امروز رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضایی جلسه هفتگیشون رو با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار کردند. دکتر نمکی در این جلسه گزارش مفصل و کاملی از روند شناسایی نخستین بیماران کرونایی در 29 بهمن 98 در قم و همه تلاش‌هایی که در این زمینه تا الان برای مقابله با کرونا صورت گرفته ارائه کرد. یکی از گرانسنگ‌ترین و ارزشمندترین پدیده‌هایی که به کار آمد وجود نازنین مقام معظم رهبری بود. وزیر بهداشت در ابتدا از حمایت‌های بی‌دریغ و لحظه به لحظه رهبر معظم انقلاب در روند بهداشتی درمانی مقابله با کرونا قدردانی ویژه کرد. دکتر نمکی گفت قرارگاه نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا که با دستور رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و همینطور مشارکت صدها هزار نیروی بسیجی در طرح غربالگری سراسری کمک بسیار مهمی در این زمینه بود. تا دیشب 61 میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت رو ما غربالگری کردیم. ما 51 میلیون و 44 هزار نفر از این 61 میلیون و 600 هزار نفر رو از طریق تلفن و 10 میلیون و 50 خورده هزار نفر رو هم از طریق سامانه‌ای که براشون اعلام کردیم با خود اظهاری اینا رو دعوت کردیم که از این مورد 218800 خورده نفر رو ما حائز پیگیری دونستیم. اینا رو آوردیم بررسی کردیم توی 45000 حدوداً مرکزی که در سراسر کشور داریم به شکل سرپایی. و جالبه بدونید که در بین اینها آدم‌هایی که باید در منزل مراقبت کنن 93778 نفر رو ما گفتیم باید در منزل مراقبت کنن، حدود 16949 نفر رو ما بهشون به هر حال نسخه دادیم که نامه دادن که برن به بیمارستان، و کل اینا 5391 نفر در بیمارستان بستری شدند. وزیر بهداشت تأکید کرد با این کار زنجیره انتقال بیماری رو قطع کردیم و اگر این غربالگری سراسری انجام نمی‌شد، شاهد مراجعه صدها هزار بیمار آن هم در شرایط پیشرفته بیماری به بیمارستان‌ها می‌بودیم، در حالی که امروز در بیشتر استان‌ها 30-70% تخت‌های بستری خالی است. اتفاقی داره میفته که فقط در حد یک معجزه است. در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین المللی رتبه اول خواهد شد. اینو تردید ندارم با لطف الهی. یعنی کاری که ما کردیم یک کار بسیار، اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی است اینجوری جمع جور کردید. خب اینا همه لطف پروردگار بود. ما امروز در یک نقطه مطلوبیم. تنها نگرانی ما از تأثیر موج اول سفرهای نوروزی است. وزیر بهداشت این رو هم گفت که به هیچ وجه برای مداوای بیماران کرونایی کمبود دارو نداریم. لازمه که تشکر بکنم از حضور وزیر محترم بهداشت و درمان جناب آقای رئیس قوه قضاییه. هم بعد از شنیدن گزارش عملکرد وزیر بهداشت از رویکرد جدید ضد فساد در وزارت بهداشت تقدیر کرد. برای ادارات باید پروتکل داشته باشیم، برای مساجد پروتکل داشته باشیم، برای مدارس پروتکل داشته باشیم، برای بازار پروتکل داشته باشیم، و اینا همه باید مبتنی با نظر تخصصی شما باشه و عزیزانمون در کادر بهداشتی و درمانی. نسبت به زندان ها من باید همکاری مجموعه بهداشت و درمان تشکر بکنم. در گندزدایی، در ضدعفونی کردن زندانها، در کادری که از طرف وزارت بهداشت و درمان با همکاری کادر درمانی و بهداشتی زندانها تلاش کردن از ابتدای کار برای اینکه زندانها بتونه مسئول باشه، این کار قابل تقدیره و این همکاری انشالله تداوم پیدا کنه. خانواده های محترم هم بدونن که زندانها بهش
توجه هست هم از طرف وزارت بهداشت و درمان هم از طرف سازمان زندان ها. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت سازوکار اجرایی لازم برای تداوم دادرسی ها بعد از پایان تعطیلات متناسب با شرایط بیماری کرونا هفته آینده ابلاغ خواهد شد. در این جلسه مسئولان عالی قضایی از فعالان بهداشت و درمان کشور قدردانی کردند، ضمن اینکه رئیس دستگاه قضا به همه بخش‌های زیرمجموعه این دستگاه دستور داد که از هیچ گونه حمایت و مساعدت برای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی کوتاهی نکنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما. معاون اول رئیس جمهور با حضور در انستیتو پاستور ایران از آزمایشگاه‌های این انستیتو فرایند آزمایشگاهی برای تشخیص ویروس کرونا بازدید کرد. آقای جهانگیری پس از این بازدید در نشست با مسئولان و کادر این مؤسسه از افزایش توانمندی آزمایشگاهی کشور در تشخیص ویروس کرونا خبر داد. به زودی با افزایش آزمایشگاه‌های تشخیص کرونا توان شناسایی افراد مبتلا به این ویروس هم بیشتر خواهد شد. آقای جهانگیری همچنین با تاکید بر این که بهترین راه برای قطع زنجیره ویروس کرونا در خانه ماندن است گفت، دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در صورت احساس نیاز تصمیم‌های سختگیرانه‌تری برای سلامت مردم وضع خواهد کرد. دولت و ستاد مقابله با کرونا اگر نیاز باشه خب حتما باید نبایدهای جدی‌تری ممکنه وضع بکنه، چون ما به هیچ وجه نمیتونیم با سلامت مردم مسامحه بکنیم و در واقع نادیده بگیریم. موضوع اصلی امروز سلامت مردم ایران است. موضوع اصلی این است که ما مطمئن بشیم به سلامت مردم آسیبی نمیرسه. هر جا لازم باشه برای حفظ سلامت مردم هر تصمیم سختی گرفته بشه، تصمیم سختم معناش اینه که یه عده‌ای حتما ناراحت میشن، در فشار قرار میگیره، ولی اونام باید بپذیرن که سلامت خودشون، سلامت دیگر مردم، برای کشور، برای دولت، برای نظام مهم هست. برای حفظ سلامت باید تصمیم هایی گرفته بشه، گرفته میشه. اگر همراهی بشه من فکر میکنم که انشالله با گزارش هایی که هست حتما این موفقیت زودتر حاصل میشه. رونمایی ستاد کل نیروهای مسلح از تولید انبوه کیت‌های تشخیص کرونا. این کیت‌ها را که متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و تولید کرده اند می تواند 3 ساعت ویروس کرونا را در بدن مبتلایان شناسایی کند. به گفته مسئولان اداره تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، امکان تولید این کیت‌ها با سرعت بسیار زیاد وجود دارد و در صورت نیاز کشورهای دیگر می توانیم آن را صادر هم کنیم. بومی بودن این موضوع بسیار مهمه، همطور که میدونید و ملت شریف ایران مطلع هستند، اوائل ما کم داشتیم کیت بومی و وابسته بودیم به اینکه از بیرون با تهیه میکردیم و همدلله با انجام بومی این کار و این تحقیقات علاوه بر مزایایی که نسبت به نمونه های خارجی داره هیچی کم نداره، یه چیزهایی هم اضافه داره. نمونه های اولیه در همون روزهای اول همه‌گیری در کشور آماده شده بود که وارد چرخه برای تست های تاییدی شد. خب در این مدت با بیماران مختلف تست شده این کیت و بیش از 1000 بیمار تا حالا با این کیت ها در حقیقت تست های لازم و با کیت های استاندارد خارجی هم تستاش انجام شد و برای بعد از این موضوع موفق شد که مجوزهای لازم رو بگیره. خب بریم به استودیوی ویژه مهار کرونا و آخرین خبرهای مربوط به این ویروس رو پیگیری کنیم. از همکارم آقای قالیباف. آقای قالیباف سلام، ظهر شما بخیر، بفرمایید. خیلی متشکرم خانم حسینی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز اخبار 14 و براتون آرزوی سلامت و عافیت دارم. خب همین ابتدا اجازه بدید که سری بزنیم به ستاد ملی مبارزه با کرونا و دوست خوبم آقای دکتر جهانپور. و آقای دکتر جهانپور سلام، آخرین آمار و ارقام بفرمایید در 24 ساعت گذشته چه تغییراتی داشته؟ درود بر شما، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزمون، همچنین جناب عالی، جناب آقای دکتر قالیباف عزیز. خدمت شما عرض کنم که استحضار دارید به هر حال روند مدیریت بیماری در کشور ما اگر با رمز مسئولیت
مشترک ملی در همه هفته‌های اخیر محقق شد و با یک مشارکت جدی در بسیج ملی مقابله با کرونا شکل گرفت. قاعدتاً روند مقابله با این بیماری در به عنوان یک پاندمی یا همه‌گیری جهانی هم راهی جز مسئولیت مشترک جهانی و البته اقدام مشترک نخواهد داشت. من خدمت شما عرض کنم که به هر حال مطابق آخرین گزارش های همکاران ما در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور ظرف 24 ساعت گذشته ما 3186 مورد جدید ابتلا قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم و قاعدتاً با احتساب موارد روزهای گذشته ما 41495 مورد قطعی ابتلا به این بیماری رو تا امروز ظهر خواهیم داشت. خدمت شما عرض کنم که از این جمع البته 13911 نفر خوشبختانه از بیمارستان ها ترخیص شدن و یا بهبود پیدا کردن و در آمار ما به عنوان بهبود یافتگان یا ترخیص شدگان از مراکز درمانی ثبت شدن و از 3511 نفر از هموطنانمون هم البته با شرایط شاید جدیتر و حال نامساعدتر یا وضعیت بحرانی مواجه هستند که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در سراسر کشور بستری هستند و نیازمند دعای خیر همه هموطنان عزیزمون خواهند بود. متأسفانه در 24 ساعت گذشته ما 117 مورد فوت و درگذشت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم که با احتساب موارد درگذشته روزهای گذشته جمع این عزیزانی که به هر حال دیگه در میان ما نیستند متاسفانه به 2757 نفر تا ظهر امروز رسیده و البته بسیج ملی و اون احساس مسئولیت مشترک ملی که در کشور در مردم ما وجود داشت موضوع غربالگری سامانه غربالگری و بسیج ملی رو امروز به بیش از 63 میلیون نفر تا قبل از ظهر امروز رسونده. ما بیش از 63 میلیون نفر از هموطنانمون در سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کردن. انتظار داریم عزیزانی که به هر دلیلی تا این لحظه ثبت نام نکردن به خصوص در استانهایی که شاید آمار همچنان پایین‌تر از روزهای از استانهای دیگه هست از جمله استان تهران و البرز عزیزان حتما نسبت به ثبت نام در سامانه و خوداظهاری وضعیت خودشون و اطرافیان و اعضای خانواده اقدام کنند. من از شما سپاسگزارم و در خدمت شما هستم در صورتی که سوالی یا توضیح لازم باشه. خیلی محبت کردین آقای دکتر جهانپور. انشالله در روزهای آینده آمارهای بهتری و امیدوار کننده تری از شما داشته باشیم. امسال 13 به در به هیچ امرو نباید از خونه بیرون بریم. بعضیا تصور میکنم یا خب ما میریم تو طبیعت، خب دستامونو میشوریم، ماسک میزنیم، رعایت میکنیم. اما به هیچ وجه چنین چیزی نیست. این رو مطمئن باشید، اگر شما پاتون رو از خونه بیرون بگذارید، خونه امنتون رو به هر حال تمام وسایلی که شما با خودتون میبرید داخل طبیعت و احساس میکنید که خب میخوایم اونجا توی طبیعت فضای آزاد هستش، همه اونها رو آلوده میکنید. اونجا شما دستشویی میری، تمام دستشویی آلوده است. از آب آشامیدنی میخواید استفاده کنید، اصلا به فرض شما بگید من نه چیزی میخورم نه کاری انجام میدم، اما میرم توی طبیعت یه چیزی رو پهن میکنم و اونجا توی طبیعت میخواییم استفاده کنیم. این رفتن در اون طبیعت تمام سطوحی که شما استفاده میکنید احتمال آلوده بودنش وجود داره. انشالله که توصیه‌های پزشکی رو هممون جدی بگیریم. با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تقریبا تمام اصناف غیر ضرور باید کسب و کارشون رو تعطیل کنن. با این وجود هنوز اندک افرادی هستند که با بی‌مبالاتی و عدم توجه به هشدارها کرکره مغازه هاشون رو پایین نکشیدند، موضوعی که میتونه باعث پلم شدن یک ماهه کسب و کارشون بشه. به 11 روز از فروردین رسیدیم و ویروسی که همچنان در این حوالی است. خیابان‌ها و معابر شهر حالا خیلی خلوت‌تر شده و خوشبختانه هم مردم و هم کسبه برای مقابله با کرونا از گذشته جدی‌ترند. خیابون ولیعصر و مغازه‌های این راسته که تا جایی که دیده میشه هیچ کدوم باز نیستن و بوستان‌های شهر که بیشترشون خلوت هستن و به زحمت میشه کسی رو در این بوستان‌ها پیدا کرد. اینجا هم یکی از پاساژهای بزرگ عرضه تلفن همراه و لوازم الکترونیکی و فروشگاه‌های اطرافش که همه تعطیل هستن. البته یه عده خیلی اندکی روبروی این پاساژ تجمع کردن و در واقع خرید و فروش‌های رو انجام میدن. فروشگاه‌های غیر ضروری که باید بسته باشن تعطیلند و در مراکزی که مجاز به فعالیتند
همه سعی میکنن تا جایی که میتوانن موارد بهداشتی را رعایت کنن. دستا رو که انشالله میشوری قشنگ. روزی صد با به سلامتی خودمون. اسپری میکنم. اصلا کلا من یه اعتیاد خاصی به ماشی تمیز کردن دارم. مثلا الان که بدتر شد. اصلا وسواس پیدا کردم دیگه. دوباره میندازیم دور یه مشتری دیگه بیاد دوباره یه دست. دستکش عوض می‌کنم. بله. موقعی خمیر کار می‌کنیم دستکش لاتش کار می‌کنیم. با دستکش لاتش. ماست چی؟ ماست کم داریم. الان میشون زده. کلا ایزوله کردیم خونه خودمون که مشتری گیریم درو بیشتر مواقع باز میذاریم که هوای تازه بیاد ورود خروج کنه که یانه تهویه بشه. دستکش دستشون میکنن. شما دستکش بهشون میدید؟ می خورم. شما هم الحمدلله دستکش دارین که. شما براشون نمیزنید؟ ما چرا خودشون بخواد چرا؟ نانی از این با شما فریزه گذاشتیم که بهشون بدیم که برای خودشون. نایلون معمولی. بله. پلاستیکی استفاده کردید؟ بله. فریزر بله. این پول نقد و با این انبار میدیم، با این میگیریم، بقیه‌شون هم اینجوری میدیم و با انبار. بله با انبار میگیریم. بهش میگه آقا با فاصله وایسه، میگه بابا ویلکم، بابا حوصله داریم. در مسیر گذرمان به خیابان قزوین و اطراف میدان حسن آباد افتاد. راسته ابزار فروشی ها و انگوش شمار فروشندگانی که نصف نیمه مشغول کاسبی بودند. آقا یه لحظه اینجا رو جا. یه لحظه دوربین رو که دیدن در واقع کرکره رو کشیدن پایین، ولی هنوز هستن یه چند تایی. قرار بود بسته باشه مغازه ها چجوریه؟ والا من یه کار دفتری داشتم برای همین اومدم. من از بیمارستان میلاد قراره بیان جنس بگیرم، به خاطر اون وایسادم. آقا خسته نباشید، تو این شرایط کسی فرقو میخره از شما؟ صحبت نمیکنن، میگن که دارن تعطیل میکنن. مشتری هم که ندارین ولی اصلا میبینم که نمیتونم تو فریزر رو برم. اومدیم بالا بود کرکره نیمه بود. من مشتری زنگ زده بود اومدم کارش رو میدم دارم میرم. ما که داریم به سلام مرتب چی هست کارتون؟ تجهیزات ساختمانی عمرانی. و این قصه معدود افرادی است که باید قبول کنند همه در برابر قانون یکسانند. تو این شرایط که بیشتر مردم با در خونه موندن به وظیفه اجتماعیشون عمل میکنند و همینطور کسبه و اصناف کسب و کارهاشون رو تعطیل کردن، به نظر میرسه با معدود افرادی که به قانون تمکین نمی کنند باید برخورد جدی تری بشه. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما. حالا مرتبط با همین گزارشی که دیدید، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از پلمپ 1000 واحد صنفی غیر ضرور در روزهای کرونایی خبر داده. رایگانی گفته 160 واحد از این تعداد مربوط به استان تهران. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از اتحادیه کسب و کارها و فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل گزارش نکردن تخلفات انتقاد کرد و گفت آنطور که باید نظارت نمی‌کنند. دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرده محدودیت‌های تردد در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دست کم تا 20 فروردین ادامه داره. از طرفی رئیس پلیس راه کشور هم خبر داده با اجرای این طرح تردد در جاده‌های کشور به طور محسوسی کاهش داشته و هر روز هم ترددها کاهش بیشتری نشون میده. بیشتر از 40 روزه که ویروس کرونا شایع شده و زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. امسال هیچ جا نرفتیم. جایگاه های سوخت از جمله مکان های پرتردد و پرخطر به لحاظ ابتلا به ویروس کرونا است. بند خدا خودشون زحمت میکشن، میزنن بنزین و کارتم خودشون میکشن، ما خب دستی نمیزنیم به چیز. مشتری همکاری کنن، ما بهشون بنزین میذارم، همکاری نمیکنن. دو دقیقه میشه پراید اومده بود، آقا سوخیری میکنه، میگه نه من خودم با دستی خودم میزنم. رابطه افتخاری بهداشت، مدافعان سلامت، شما اینجا چیکار میکنید؟ اومدیم برای نظارت و کمک به مردم. و حرف گوش میدن یا نه؟ یه سریا بعد یه سریا نه. تشدید نظارت بر ورودی شهرها و تبسنجی از سرنشینان خودروهای عبوری هم کمک شایانی به شناسایی و کنترل مبتلایان میکنه. از کجا تشریف آوردین؟ و الان نمیتونید برید داخل شهر؟ بسیم بگه نه لطفا. این شهر اگه راه ندن واقعا یه جا متوقف میشه. تایم ساعت 8 صبح تا 8 شب است. بله، تو تایمی که نیستید اینجا چه کنترلی میشه؟ بچهای نیروی انتظامی و بچهای یگان ویژه هستن. کرونا رو باید جدی بگیریم تا در دامش گرفتار نشیم. تنها راه قطع زنجیره کرونا رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و از همه مهمتر ماندن در خانه است.
این روزها تیم‌های پلیس و غربالگری در 29 نقطه استان به منظور اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی مستقر شدند و همه خودروهای دارای پلاک غیر بومی بازگردانده می‌شوند. از کجا میاد؟ تربت ادریا. پلاک نیشابور به نام خانومم گرفتم. من ماشین خانوممه. ولی متأسفانه نذاشتن دیگه، میگن بعد برگردین نیشابور، نمیاد بیاین بشه. چه مدارکی رو لحاظ می‌کنین که بتونم ورود پیدا کنم به داخل شهر؟ مواردی که لحاظ میشه یا کد ملیه عزیزان باید صادر از شهر مشهد باشه که بتونن وارد شن، و یا اینکه بیمه‌نامه‌شون صادر از یکی از بیمه‌های مشهد باشه که حق ورود داشته باشن، یا پلاک مال مشهد باشه. 20 روزیه تو خونه قرنطینه شدم، میخوام برم سر کار، میخوام تست بدم اگه منفی بود که برم سر کار انشالله. اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی از 8 اسفند آغاز و تا 15 فروردین ادامه دارد. بر اساس آخرین آمارها ورودی ها به خراسان رضوی حدود 80% و ورودی ها به مشهد مقدس بیش از 70% کاهش داشته است. هم خسته نباشید. ببخشید پلاک غیر بومی بی زحمت برگردید. دور بزنیم زحمت. کجا تشریف ببرید؟ من داخل محل تشریف ببرم. محلمون قرنطینه است. این بحث کرونا که پیش اومده کلا ورود و خروج یه خورده محدود شده. و حالا تو اطلاع سانمی خودروی غیر بومی رو اجازه نمیدیم ترد. تنگ دقیقه فقط دخول محل کردم سایی برمیگرد. نه نمیشه اصلا، این چند دقیقه هم محدوده کلن ما شرمنده شماییم. ما کارمون هسته یک روز در میان، دو روز در میان در محل سمپاشی کن بی، مخصوصا در داخل کوچه ها و نونوایی و... فرقی نمی کند در کدام نقطه از استان زندگی می کنید، بلکه باید به نکات اولیه پیشگیری توجه داشته باشید. اما حضور طلاب جهادی برای غسل کفن و دفن اموات کرونایی که آرام بخش آلام داغ دیدگان بود. الان که نگاه میکنه کرونا اصلا میگه 10 تا 15 تا بیشتر نیستن، دست نمیذارن اصلا مریضشون، ولی اونا قشنگ با جون و دل میان انجام بدن. واقعا دستشون درد نکنه، واقعا خطر دارن به جان میگیرن. اونایی که میان اینجا دارن تلقین میخونن، قرآن رو میخونن، میشورن، نماز رو میخونن، اینا واقعا زحمت میکشن. هر جایی که اسلام مسلمین نیاز داشته باشن انجام وظیفه خواهیم کرد. واقعا دغدغه داریم که هموطنامون بدون غسل و کفن و دفن خواستیم دفن نشن. دوستان احساس کردن که نباید زمین بمونه، اومدن به صورت جهادی. آمارها بیانگر اینه که تاکنون بیش از 140 نفر از طلاب خواهر و برادر برای حضور در این عرصه خدمت داوطلب شدند. حدود 20 نفر از دوستان هستند، اومدن پای کار و هر روز در دو شیفت کاری تشریف میارن اینجا و اموات کرونایی رو غسل میدن. ما طلبه ایم، ما هر جا که نیاز باشه برای مردم، برای مسلمونا نیاز باشه که کاری انجام بدیم، جونمون رو میذاریم کف دستمون میاد. دوستانی که الان اینجا هستن نزدیک به یک ماه که الان مشغول هستن بعضیاشون، حالا بعضیاشون هم جدید میان و میرن. جلالی خربزایی، صدا و سیما، آرامستان بهشت مصومه قم. و اما کارگروه ویژه فضای مجازی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا به منظور مدیریت اخبار کرونا در فضای مجازی در اطلاعیه چند نکته را متذکر شد. بر اساس این اطلاعیه، آمار و اخبار کذب یا تایید نشده پزشکی، اختلال یا تضعیف تصمیمات ستاد ملی و فضاسازی در زمینه کمبود کالاهای اساسی و برهم زدن آرامش بازار در اولویت رسیدگی این کارگروه خواهد بود. کارگروه ویژه فضای مجازی تأکید کرده تولید کنندگان، نشر دهندگان و بازنشر دهندگان اخبار کرونا باید قبل از انتشار از صحت سنجی آن مطمئن شوند. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است مراجع قضایی و ضابطین عام و خاص و همچنین متولیان رسیدگی به تخلفات اداری و صنفی ضمن اطلاع رسانی های مورد نیاز از طریق سازوکارهای رسیدگی فوری نسبت به شناسایی، رسیدگی و برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه و متخلفانه اقدام خواهند نمود. و در بخش پایانی این اطلاعیه آمده این اطلاعیه به کاربران و فعالان فضای مجازی توصیه میکنه هوشیاری نسبت به فعالیت‌های بیگانگان در حوزه رسانه و فضای مجازی از اختلال آنها در نظام سلامت کشور جلوگیری کنند. این روزها اطرافیان بیماران کرونایی که در قرنطینه خانگی حضور دارند باید بیشتر موارد بهداشتی رو رعایت کنند، چون به گفته پزشکان حتی پس از بهبودی هم احتمال ناقل بودن فرد بیمار وجود داره. پس اگر در بین اطرافیان شما
فرد مبتلا به کرونا وجود داره، بهترین راه اینه که این گزارش رو با هم ببینیم. افرادی که این مدت به بیماری کرونا دچار شدند کم نبودند. از پرستاران و پزشکانی که در حال خدمت به بیماران بودند. کرونا پیر و جوان و میان سال و بچه نمیشناسه، همه رو درگیر میکنه. تا افرادی که به دلایل مختلف بیمار شدند. امروز مریضی داشتم که خانم آرایشگر بوده و تا امروز سالونش باز بوده، مراجع کننده داشته. برو خدا این فضا رو کنترل کنه لااقل. به هر حال کرونا برای همه این افراد محدودیت‌ها و مشکلات زیادی به همراه داشته. اونها مجبور شدند مدت‌ها در بیمارستان باشند و تعدادی هم دوران نقاهت رو در خونه گذروندند. یه 12 روزی است که از بیمارستان مرخص شدم. مثل همین همکار ما آقای عجم که الان مدت هاست درگیر بیماری کرونا است. زیاد خودما شاید جدی هم نمیگرفتن. گفتن حالا اینم میگن یه آنفولانزا تموم میشه فلان. ولی وقتی من خودم این بیماری رو گرفتم واقعا اذیت شدم. ان شاءالله که کسی نگیره، ولی اگه بگیره واقعا سخته. دورانی که در نگاه اول ساده است، اما هم برای خودشون و هم برای اعضای خانوادهشون دردسرهای زیادی داشته. اصلا از اتاق بیرون نمیام. اومدن این بچه ها اینقدر بودن، ایشون داخل اتاق بود، فقط خودم غذا یا مثلا میوه چیزی که میخواستم میبردم میذاشتم سری خودم میومدم بیرون با ماسک و دستکش. حالا حتی بچه ها هم توصیه های کرونایی رو میدونن. دستشون رو بشورن و وقتی هم خواستم برم بیرون دستکش کنن تنشون، همینجورم ماسک بزنن. توصیه هایی که هم برای خانواده هایی که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند مفیده و هم برای ما، چون این ویروس خیلی نزدیک ماست و شاید همینجا در کنار ما باشه. اگه غذای خوب بخوری و اگر شبها خواب کافی داشته باشید مبتلا به بیماری کرونا نمیشید. اگر دست و روتون رو روزی 4-5 مرتبه بشورید. پزشکان گفتند دوره نقاهت مبتلایان کرونا 2 هفته است، ولی ممکنه باز هم ناقل باشند. پس باید همه توصیه ها رعایت بشه، از جدا کردن وسایل شخصی تا محدودیت ارتباطات اجتماعی و سایر نکاتی که ریز به ریز باید رعایت بشن. با دیدن این همه محدودیت متوجه میشیم که هر چقدر رعایت کنیم ضرر نمی کنیم. شاید پیام تمام این مصاحبه ها این باشه که کرونا رو جدی بگیریم و در خانه بمانیم. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما. خب، خبرها و گزارش‌های این بخش به پایان رسید. ادامه اخبار 14 رو با خانم حسینی پی بگیرید. خیلی ممنونم از شما آقای قالیباف. شمار مبتلایان به ویروس کرونا از عدد 722,000 نفر در جهان عبور کرد. نزدیک به 60,000 مبتلای جدید در جهان فقط در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. آمریکا با اعلام 19,000 مبتلای جدید در یک روز و اسپانیا 821 کشته در 24 ساعت گذشته رکورددار میزان ابتلا و تعداد جانباختگان در جهان بودند. آمریکا برای ششمین روز متوالی با نزدیک به 19,000 نفر مبتلای جدید باز هم بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را در یک روز داشت. با این حساب تعداد مبتلایان این کشور به رقم 142,460 نفر رسید و متاسفانه 264 نفر در 24 ساعت گذشته جان باختند. 4,559 نفر از 142,000 مبتلای این کشور هم بهبود یافتند. در اروپا، اسپانیا طی 24 ساعت گذشته بیشترین آمار ابتلای موارد جدید و فوتی را به خود اختصاص داد. دیروز با اضافه شدن نزدیک به 7,000 نفر، آمار مبتلایان ویروس کرونا در اسپانیا از مرز 80,000 نفر گذشت. 821 نفر هم در این کشور در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
ایتالیا هم از آلوده شدن نزدیک به 11,000 مورد دیگر خبر داد و به این ترتیب تعداد مبتلایان این کشور به بیش از 97,000 نفر رسید. با جان باختن 756 نفر در 24 ساعت گذشته، ایتالیا با 10,779 کشته همچنان بیشترین تعداد فوتی‌های کرونا در جهان را دارد. آلمان هم پس از اسپانیا و ایتالیا با ثبت 4,740 مبتلای جدید تعداد کل بیماران کرونایی را 62,442 نفر اعلام کرد. آمار تلفات فرانسه طی 24 ساعت گذشته دوباره سیر صعودی داشته و با نزدیک به 300 کشته در یک روز از 2,600 فوتی گذشت. در انگلیس و هلند هم در 24 ساعت گذشته به ترتیب 209 و 132 نفر بر اثر کرونا متاسفانه جان خود را از دست دادند. از نظر شمار بهبودیافتگان، اگرچه ایتالیا و اسپانیا هر یک با بیش از 12,000 بهبودیافته ایران را پشت سر گذاشتند، اما به نسبت جمعیت مبتلایان ایران با درمان قطعی بیش از 30% از مبتلایان از برخی کشورهای اروپایی و ژاپن پیش است. در تعداد بهبودیافتگان چین و کره جنوبی به علت شیوع زودرس این ویروس در این کشورها و اعمال برخی تدابیر در مهار کرونا فعلا عملکرد بهتری در مقایسه با ایران و سایر کشورها داشتند. رئیس جمهور آمریکا با شانه خالی کردن از مسئولیتش در قبال مدیریت بحران کرونا، بیمارستان‌ها و کادر درمانی را به احتکار تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های تنفسی متهم کرد. ترامپ گفت هر بیمارستانی که از این دستگاه‌ها استفاده نمی‌کند، باید آن را پس بدهد. نیویورک کانون اصلی شیوع کرونا در آمریکا با حدود 60,000 نفر مبتلا است. دیروز تنها در این ایالت 237 نفر جان باختند. ترامپ گفت اوج مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا احتمالاً تا 2 هفته دیگر خواهد بود و نگه داشتن تعداد مرگ و میرها زیر 200,000 نفر کار بزرگی است، هرچند احتمال دارد تعداد تلفات کرونا به بیش از 2 میلیون نفر هم برسد. پزشکان و پرستاران همچنان از وضع بیمارستان‌ها و کمبود وسایل محافظتی در بیمارستان‌های آمریکا از دولت انتقاد کردند. ما اکنون میشنویم میلیون ها ماسک در حال رسیدنه. من هیچی از اون رو ندیدم. ما در اینجا در نیوجرسی به صفر رسیدیم. من هنوز ندیدم که به اینجا برسه. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس درباره شرایط سخت‌تر درباره شیوع کرونا در این کشور هشدار داد. دولت انگلیس پیش از این تعطیلی 3 هفته مراکز تجاری و فروشگاه‌های غیر ضروری را در کشور اعمال کرده. همزمان گزارش‌ها در فرانسه با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به کرونا به ویژه در شرق این کشور از ادامه اعزام بیماران با قطارهای سری و سیر و بالگردهای نظامی از فرانسه و همچنین ایتالیا به کشور آلمان حکایت دارد. مسکو پایتخت روسیه هم از امروز شاهد اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای کنترل کرونا است. شهردار مسکو اعلام کرده ساکنان این شهر تنها اجازه خواهند داشت برای خرید غذا و دارو از نزدیکترین فروشگاه و دریافت خدمات درمانی فوری از منزل خارج شده و افرادی که باید به سر کار ضروری بروند به زودی مجوز دریافت خواهند کرد. قانون توجه مردم در 4 گوشه جهان همچنان ویروس کرونا است. در کولومبیا پلیس با چرخاندن خودروی حامل تابوت و دستگل در یک شهر پیامد نادیده گرفتن هشدارهای بهداشتی را به مردم گوشزد کرد. در سوریه دولت این کشور به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا سالن‌های سرپوشیده ورزشی را در شهرهای دمشق، لاذقیه و حلب تجهیز کرد. در عراق وزیر بهداشت و رئیس کمیته مدیریت بحران هشدار داد بی‌توجهی به محدودیت‌های اعمال شده برای مبارزه با ویروس کرونا به از همگسیختگی کامل منجر خواهد شد. در اوکراین شهروندان بازگشته از ویتنام در فرودگاه باریسپول که حاضر به تست کرونا و قرنطینه نشدند با دخالت پلیس ویژه به داخل سالن بازگردانده شدند.